Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لهر سه دماخه لطول و محترم و وکیل صاحبان سخه مننه وکرم چه ما ته وقت را کرد سو ده ورسته و عمده اجراعات و او پا خاصه توگه ده او شمیر مهم و ملی انکشافی پروژو پا برخه که ده مالی وزارت گزارش او ده روان کال پا جریان که یو تعداد پلان شوه مهم اقدامات لطاسو سره شریک کرم د مالی وزارت رهبری خپل ځان مکلف گنی چې د ښې حکومتوالي په چوکات کې د شفافیت حسابدهی او پاسخگویی اصل ته پام سره وخت په وخت خپل اجراعات د ملي شورا له معززو استازو او د دوی د لارې له ټورو هیوادوالو سره شریک کړي. زموږ مختصر گزارش په لاندې دریو اساسي موضوعاتو مشتمل دی چې ستاسو درانه حضور ته یې وړاندې کوم. لومړی د ملي پروژو او انکشافي فعالیتونو په برخه کې عمده اجراعات، دویم د روان کال په جریان کې پلان شوی اساسي فعالیتونه، او دریم د ژنیوا بین المللي کنفرانس لپاره د حکومت آمادگی او پلان شوی تدابیر. وکلای معزز ملت، تأمین وجوه مالی برای ارائه خدمات دولتی، انسجام و جمع‌آوری عواید و اداره امور مالی کشور وظایف اساسی وزارت مالیه بوده که مدیریت و کنترل درست از مصارف و تأمین شفافیت در جمع‌آوری عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی و تطبیق پالیسی خودکفایی که بالاخره منجر به وابستگی به کمک‌های خارجی گردد در صدر اولویت کاری این وزارت قرار دارد. به همین منظور وزارت مالیه تلاش نموده دارد در تطبیق پروگرام های مطروحه که عمدتاً متمرکز بر اصلاحات در نظام حکومتداری، ایجاد ساختارهای زیربنایی، تسریع روند انکشاف ملی و رشد اقتصادی کشور می باشد، اقدامات مؤثر و به موقع را انجام دهد. جمع‌آوری عواید ملی در سال گذشته که بالغ به 169.1 میلیارد افغانی از منابع داخلی بود، نشان دهنده 70% افزایش را به مقایسه سال 1393 نشان می‌دهد و همچنان مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه در سال گذشته که بیشتر از 95% بود، دو دستاورد ملموس وزارت مالیه تا سال مالی 1396 می باشد که در پی تطبیق اصلاحات همه جانبه تحقق یافته است. از جمله اصلاحات یکی هم بودجه ملی بود که سال گذشته از طریق نمایندای ملت و به تصویب رسید که ما یک بار دیگه از همگی شما صمیمانه تشکر میکنم، چون این اعتبار بودجه ما را بسیار بلند برده پیش دوستای بین المللی ما و همچنان برای موثریت خوبتر مصرف بودجه هم ای کمک کرده. امروز اگر اجازه شما جناب رئیس باشه، یکی از موضوعاتی که وکیل صاحبای محترم در چند مجلسی ریاد کردن و ما برشان وعده کردم که امروزی را برشان توضیحات لازم میتم در قسمت مصرف بودجه یا در موضوع تخصیصات و تادیات است. مهربانیش جناب رئیس و وکلای محترم به خاطر دارن که وقت ما بودجه را آوردیم و شما را تصویب کردین، ما بر شما وعده کردیم که مرکزیت بودجه را از وزارت مالیه ایره میکشیم و صلاحیت ها را به وزارت های یا واحد های بودجوی میدیم. به اساس امو وعده امروز به امو وعده وفا شده، سر از اول سال مالی صلاحیت بیشتر مصرف بودجه به ادارات بودجوی یا واحدهای بودجوی بر از اونا صلاحیت داده شده، به این معنا که قبلا برای هر تخصیص در حالی که بودجه از طرف شما منظور میشد، اینا مجبور بودند که هر اداره بین تخصیص خود از ریاست بودجه بگیرن، تخصیص بالاخره بره در تادیات در خزائن که
پول خود را اونا ازش استفاده بکنن. ولی آل امی صلاحیت ریاست بودجه ما به تمام واحدهای بودجوی رفته. فقط چیزی که ما از اینا میخواییم قبل از شروع آغاز سال که اینا پلان مالی خود را برای ما در طول سال ارائه بکنن. پلان مالی از اینا داخل سیستم میشه در طول سال و خود از اینا صلاحیت مصرفش دارن، صلاحیت پیش از اوناست، ولی وزارت مالی مطابق تمام سفارشاتی که در سند بودجه شده به اساس از او این را نظارت میکنن. به اساس همین ریفرمی که آمده، بله، در اول چون آوردن اصلاحات مستلزم ای است که ادارات همگی با سیستم نو آشنایی پیدا بکنن. قبلا تمام اوراق و اسناد را اینا باید خانه‌پوری میکردن و با قلم اینا. آله همی سیستما در داخل خود وزارت ها ایجاد شده، اینا به صورت برقی تمام فرمای خود را خانه‌پوری میکنن و به وزارت مالیه میفرستن. یعنی پروسه تخصیصی که قبلا 4 روز میگرفت و به 1 روز تنقیص کاهش پیدا کرده و به اطمینان براتون گفتم میتونم که سرعت عمل را در اجرای تخصیصات و تادیات 70% بلند برده. ولی وزارت‌های ما بر از اونا آموزش‌های لازمی که بود از طریقی که با سیستم آشنا شوند از طریق وزارت مالیه صورت گرفته و ما خدمت شما کپی‌های صحبت‌های که امروز میکنم که در زمینه از او مصرف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک وزارت هاست تا امروز مصرفی که شده و مقایسه مصرفی که پارسال دمی وقت شده بود با مصرفی که امسال شده تا این وقت که یک افزایش نشان میده، یعنی نسبت به پارسال مصرفی که صورت گرفته بود امسال بودجه عادی مصرف به مراتب بالاست و در بودجه انکشافی هم اجراءات صورت گرفته. ولی ما وقت شما را زیاد ضایع نمی کنم چون در او زیاد موضوعات تکنیکی است. ما جناب رئیس تمام معلومات را با کمیسیون محترم مالی و بودجه شریک ساختیم، بر از اونا گزارش که لازم بود برشان دادیم، هم رئیس به بودجه ما هم معین مالی اونجا آمدن که اگر توضیحات اضافی ضرورت باشه ما در خدمت هستیم. یک موضوع دیگه هم چند مرتبه وکیل صاحبای محترم ایره یاد کردن که یک وضاحت برای روشن ساختن از آن عامه باید داده شود. او در مورد برنامه های ملی بندهای کثیر المقاصد است. کثیر المقاصد به این که این بندها هم کاربرد زراعتی دارند، برای آبیاری، هم برای تولید برق ازش استفاده میشه، هم برای محیط زیست، هم برای آبرسانی و برای شرکا و اینا. به خاطر از این کار قبلا بعضی، اگر شما به خاطر داشته باشین، بعضی بندها به خاطر از این که نقص در دیزاین از او بود و در تطبیق از او و در نظارت از او متاسفانه 4 بند کنسل شد که هم در المار بود و هم در مچلغو بود و هم در پاشتان و هم در باغدره. اینا دلیلش بود که مطالعات درست تکنیکی نشده بود، مطالعات اقتصادی نشده بود، مطالعات اجتماعی در او صورت نگرفته بود و یک مبلغ گزاف ایجاب میکرد که ما باید سر از او سرمایه گذاری میکردیم. از او خاطر فیصله ای شد که برای 5 حوزه کلان دریایی ما که هم شامل حوزه دریایی کابل میشه، حوزه دریایی 5 آمو میشه، حوزه دریایی هلمند میشه، حوزه دریایی هریرود و مرغاب است و حوزه دریایی شمال افغانستان، فیصله شد که یک گروپ تکنیکی مشترک از وزارت محترم انرژی و آب، وزارت مالیه و تدارکات ملی و از دفتر رئیس جمهور از مشاوریتشان اینا بشینن
تمام از این بندها را و این حوزه‌های آبی را از طریق استخدام یک شرکت مشورتی که در این مورد تجربه کافی داشته باشند استخدام شود و اونا برای ما تمام مطالعات مقدماتی را انجام بدن، تمام موضوعات تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی و اینا را انجام بدن و به اساس از او باز ما منبع مالی از این را تدارک بکنیم و اعمار از اینا شروع شود. که برای معلوماتتان خواستم این را بگویم که این برنامه شروع شده و قرار است که کار تدارکاتی از او انقریب تکمیل شود و تطبیق از این بندها که از طریق وزارت محترم انرژی و آب صورت خواهد گرفت در حدود 5 سال خواهد گرفت که باز امی کمپانی که قرار است که قرارداد عقد شود اینا 2 سال دیگه هم برای نظارت از این برای حفظ و مراقبت ایناش امرای ما خواهد بودن. در قسمت همکاری های منطقوی که جزء از پالیسی حکومت است می خواهیم که خدمت شما یک معلومات و تفکیک کارهایی که تا فی الحال صورت گرفته با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه خدمتتان این معلومات شریک بسازم. یک پالیسی ساخته شد که امرای همسایه ما و امرای کشورهای منطقه تعامل باید ای باشه که تنها ما از طریق آوردن یک لاین برق و اینا اکتفا نکنیم بلکه یک دهلیز اقتصادی از کشورهای همسایه ما به طرف کشورهای دیگه که اونا ضرورتی منابع را دارن باید کشیده شود. به این معنا که پایپلاین یا دهلیز اقتصادی که هم او شامل برق میشه هم گاز میشه هم فایبر نوری میشه و هم موضوع خط آهن میشه. دیگه با اساس همین پالیسی شما شاید از این بودین که چند وقت پیش در شهر هرات با حضور رئیس جمهور محترم ترکمنستان و صدر اعظم پاکستان در اونجا پروژه تپی برای انتقال گاز از ترکمنستان به طرف پاکستان و عملا کارش آغاز شد که در او اصلا نه تنها که یک خط آهن هم در عین مسیر میره لاین برقی که از ترکمنستان برق در حدود 4000 مگاوات به طرف پاکستان انتقال میده او هم میره و خط آهن و فایبر نوری هم شامل امی دهلیز اقتصادی است. به اساس امی پالیسی اخیرا با کشور همسایه دیگه ما ازبکستان تفاهمات صورت گرفت که یک بخش از اویی است که لاین برق از سرخانه که در منطقه از اوناست به اندازه 1000 مگاوات از طریق سرخان می به پل خمری ما که در این مورد تفاهم صورت گرفت و یک خبر خوش که خدمت شما دارم ای است که قیمت برق را که قبلا ما برای هر کیلووات از او در حدود 7.5 سنت امریکایی می پرداختیم او را با این تفاهمی که صورت گرفت مقامات ازبکستان فیصله کردند که این قیمت را تا 5 سنت پایان آوردن که یک مفاد خوب برای شرکت برشنای ماست. همچنان فیصله در اونجا ای شد که یک خط آهن از امی که امتداد پیدا کرده از ترمز به داخل ایراد ببخشید مزار چطور ایر امتداد بتیم به طرف هرات و برای از این کار متخصصین ازبک قرار است که بیاین ابدا متخصصشان با متخصصین ما یک جای که مطالعات مقدماتی این کار را شروع بکنن. طول از این مسیر در حدود 657 کیلومتر است که از مزار و شبرغان و میمنه به بادغیس و هرات ای احداث خواهد شد. برای این کار در سفر آخری که رئیس جمهور ما در تاشکند داشتن خود طرف
ازبکستان از طریق خود اونا یک مبلغ 500 میلیون دلار را برای این پروژه پیشنهاد کردند که چیز تخمین 2 میلیارد دلار آمریکایی اما برآورد اولی از او نشان میده که این ازینه خواهد داشت. با اساس امو پالیسی که خدمت شما گفتم که ام خط آهن است و ام لاین برق، یک تفاهم دیگه که امرای از اونا صورت گرفت موضوع فایبر نوریس که ایم یک خبر خوش به این خاطر است که ام کیفیت فایبر نوری به مراتب بلند میره و ام قیمتش به مراتب ارزان تر است. این قیمت در اوایل که اینترنت در افغانستان شروع شده بود خریداری که وزارت محترم مخابرات ما میکرد 350 دلار آمریکایی بود، ولی فعلا او در حدود ما از ایران به 90 دلار آمریکایی، از پاکستان 50 دلار آمریکایی و از قرقیزستان 70 دلار آمریکایی فی مگابایت از او را میخریم. ولی با این تفاهم که صورت گرفت 13 دلار آمریکایی از طریق ازبکستان خریداری از این صورت میگیره و از سر از اول سال مالی 2019 قرار است که 50% دیگه هم تخفیف داده شود. همچنان قبلا تعرفه که ما به خاطر برقی که از ازبکستان می آمد در حدود 40-50% از او تعرفه برای حفظ مراقبت از ما گرفته می شد که نه تنها که تمام سابقه از او را معاف کردن، بلکه این تعرفه را هم برش کاهش قائل شدن و توافق دیگه قسمی صورت گرفت که برای پرداخت حفظ و مراقبت لاین 220 کیلوولت که از ازبکستان به سب استیشن سرخان و اینا مه تمام مصارف از او را هم برای برشنا اینا کاهش دادند. اما تر تفاهمات در قسمت تبادله اسناد یا معلومات گمرکی هم رایشان داشتیم که ای یک کمک فوق‌العاده است، چون یک بخش کلان فرار مالیاتی ما فعلا دلیلش یه است که امو اظهارنامه‌ای که خانپوری میشه اونا موثق نیست، ولی ما نه تنها با ازبکستان بلکه با دیگر همسایه‌ها به موافقه رسیدیم که اولش از تاجیکستان شروع شد و ازبکستان کار عملی شروع میشه که تمام اسناد و اوراق گمرکی که از طریق از اونا میه به صورت برقی همراه ما شریک ساخته میشه. و همزمان موافقه شد که به چطور مانع که در صد رای تجارت دو طرف است او برداشته شود و همکاری بانکی باید صورت بگیره که بانک های از اونا در داخل افغانستان و بانک های ما در ازبکستان باید ایجاد شود و بالاخره چون اونا در صنعت نساجی و در پخته بسیار تجربه کافی دارن، حتی ماشینالات ازیرا اینا از سوئیس آوردن و دمونجا خودشان جور میکنن. قرار شد که ما 6 فابریکه قبلی نساجی که داشتیم در ولایات مختلف ما از طریق قرضه دراز مدت 15-20 ساله از طریق از اونا این ماشینالات خریداری بکنیم که ابتدا از 2 فابریکه شروع خواهد شد که فابریکه گلبار است و تصدی بست هلمند که در ظرف 6 ماه آینده کارهای مقدماتیش نهایی خواهد شد، ولی او فابریکات گذشته که هم تولید پنبه بود از پنبه دانه و اینا استفاده می شد پس دوباره و خیر از طریق بودجه اختیاری خود ما و از طریق قرضه با شرایط سن ای تطبیق خواهد. دیگر کشور همسایه ما از تاجیکستان و قزاقستان شما برای شما معلومات شریک ساختیم که اما پروژه کاسا 1000 است که 1300 مگاوات برق قرار است که از طریق افغانستان به پاکستان بره. کارهای مقدماتی از او تدارکاتیش
یعنی به مقایسه چهار کشور که افغانستان شامل از اوناست کارهای ما به مراتب پیشتر خلاص شده قیمت مجموعیش 1.2 میلیارد تخمین شده که کار ازی عملا آغاز شده و در سال 2022 میلادی کارش تکمیل میشه که با تکمیل شدن ازی پول ترانزیتی که بر افغانستان میاد در حدود 45 میلیون دلار آمریکایی است با چین قبلا هم من خدمت شما گزارش مفصل ارائه کرده بودم ولی اخیرا بعد از اینکه ما عضویت بانک زیربنایی آسیا را حاصل کردیم در یک هیئت بلندپایه از اونا که دو معاون از اون بانک بود در کابل آمدن و برشان رفتن در بعض ولایات ما از اونجا هم دیدن کردن و اونا از 8 پروژه بنیادی که ما برشان پیشکش کرده بودیم به شمول همین خط آهنی که از طریق مزار به هرات میره همزمان به قندار اسپین بولدک و از لشکرگاه به بارامچه و سکتور بند برق برشان پیشنهاد کرده بودیم بالای دریای کنر برای تمویلش اونا چیزی که فعلا برای ما وعده کردن ای است که برق دو پروژه کلان برق آفتابی را یکی در دشت بابا در ولایت لغمان و دیگه در پارک حصار شاهی در ننگرهار و همزمان سرک حلقوی کابل را فعلا اینا برای ما موافقه خود را دادن که میتونیم کار عملی از او بخیر با تفاهم وزارت‌های مربوطه شروع شود و همچنان خود کشور همسایه ما چین اینا برای بیشتر از 1000 اقلام تجارتی ما بدون از اینکه هیچ تعرفه ما را سر ما تعمیل باشه یعنی با صفر تعرفه اجازه ای را دادن که این اقلام ما داخل خاکشان شود همزمان با کشور همسایه دیگه ما ایران مذاکراتی که با اینا داشتیم تانستیم که قیمت مواد سوخت که قبلا 30 سنت بود را به 20 البته به پول واحد یوروی اروپایی است و همچنان موضوع رود پاس و مشکلاتی که بود که 120 یورو ما را چارج میکردن او را به 80 یورو پایین کردن و قیمت برق وارداتی را که ما از اونا حدود 8 سنت میخریدیم او را هم اینا تخفیف دادن چیز حدود 7 سنت که ای برای برشنا سالانه در حدود 14 میلیون دلار آمریکایی اینا منفعت میکنن همچنان قرار است که پروژه خط آهن که از ایران داخل افغانستان میآید که مسمی است به خواف هرات شما خبر دارین که قطعه سوم از این خود ایرانی ها تمویل کرده بودن که این قریب تکمیل میشه و قطعه چهارم میشه که از بودجه اختیاری ماست که دو لات است این قریب کارش آغاز میشه کار تدارکاتیش نهایی شده و برای قطعه دوم از او کشور دوست ما ایتالیا اونا تعهد کردن که پول از این اونا از طریق خود میپردازن و کار یعنی افتتاح ازی از طریق رؤسای جمهوری دو کشور ظرف دو ماه آینده صورت میگیره که یعنی از داخل ولسوالی غوریان ما و 65 کیلومتر داخل خاک ما آمدن همچنان بعضی مشکلات در قسمت روابط بانکی و اینا بود که امرایشان کار میشه که این مشکل حل شوه و در مسئله بندر چابهار که یک موقعیت استراتژیک داره و نزدیکترین راه برای رسیدن به آبهای آزاد است با اونا صحبت ها شده که از سه مسیر هم از نیمروز هم از فرا و هم از اسلام قلا راه ترانسپورتی موضوعات بیمه و موضوعات گمرکات و
دیگه تسهیلاتی که لازم است کارای ازی هم با اونا با موافقه رسیدیم. موضوع بالازارچه ها یکی از مشکلات دیگه بود که اخیراً در این مورد هم شورای عالی اقتصادی فیصله خود کردن که ایره ما به دوستای ایرانی خود ایره هم برشان رساندیم و به خاطر ازی که از فرار مالیاتی جلوگیری شود همکاری های گمرکی هم با اونا مطابق تعهداتی که داشتیم مخصوصا ای که تبادله معلومات گمرکی صورت بگیره ایره هم با اونا به موافقه رسیدیم. با پاکستان هم بعضی کارهای مقدماتی شروع شده در قسمت احداث خط آهن هم از طریق میرانشاه و خوست از طریق پشاور و ترخم و از طریق لشکرگاه یعنی هلمند از طریق بارامچه امرایشان صحبت ها صورت گرفته و تا فلحال کارهایی که با اونا شده اعمار سرک ترخم تا جلال آباد 70% از تکمیل شده، شفاخانه نشتر یا کدنی سنتر از او کارش فعلا به فعالیت آغاز کرده و کار تعمیر لیلی مکتب رحمان بابا که اونا تمویل کرده بودند او هم نهایی شده، کار شفاخانه جنا بیشتر از 90% از او تکمیل شده و قرار است که یک طرح برای ای که از طریق افغانستان به شکل ترانزیت تا وقتی که گاز تپی شروع میشه گاز ترکمنستان به صورت ترانزیت از طریق بخش ترانسپورتی خود ما به پاکستان انتقال داده شود و از سه پروژه دیگه که من خدمت شما گفتم هم پروژه تپی هم پروژه انتقال گاز که مسما و تپ است و پروژه کاسا بالاخره اینا به پاکستان به خاطر انتقال انرژی اونا کارایش من خدمت شما گفتم. با آذربایجان هم توافقات صورت گرفته مخصوصا لاجورد پالیسی بود که چطور ما اتکای خود از یک کشور همسایه یا دو کشور همسایه کم بکنیم و عملا موافقت نامش بین 5 کشور به امضا رسید که از طریق افغانستان و ترکمنستان و آذربایجان و گرجستان بالاخره به ترکیه و اروپا مواد داخلی ما رفته میتونه و از اون طرف مواد مورد ضرورت ما وارد شده میتونه و با اونا هم بعضی معلومات مقدماتی در قسمت فابریکات نساجی در قسمت سرمایه گذاری کنا میخواین هم در بخش سمت و هم در بندر آقینه پیشرفتای صورت گرفته. با قزاقستان هم صحبت‌های صورت گرفته و موافقات انجام یافته که قرار است به اساس تفاهم‌نامه‌ای که با اونا کردیم که پروازهای هوایی هفته 3 بار در اونجا شروع شود که در زود طریق ما میتونیم مثل که با هندوستان یک تجربه موفق داریم که از کابل و قندار تمام میوه خشک و میوه تازه ما در اونجا انتقال پیدا میکنه، عین کار با قزاقستان با موافقه رسیدیم و اتاقهای تجارت هر دو کشور هم وظیفه گرفتن که اونا اقلام تجارتی رو برشان سهولت‌های لازم فراهم بکنن. با کشور عربستان سعودی که از طریق کمیسیون دو جانبه اقتصادی ما صحبت ها داشتیم اونا تمویل پروژه را برای اعمار 50 مکتب 3 انستیتوت مسلکی و تکنیکی و تمویل یک قسمت از پروژه القوی کابل را اینا موافقه کردن که تمویل میکنن و با امارات متحده عربی هم قرار است که ظرف 3 ماه آینده در پایتخت زنایان ابوظبی یک کنفرانس کلان به خاطر افغانستان برای جلب سرمایه گذاری ها مخصوصا در بخش معادن افغانستان یک مجلس کلان را اینا داشته باشند. جناب رئیس اگر اجازه شما باشه ما در قسمت همی فعالیت هایی که در شورای عالی اقتصادی تا بال صورت گرفته که حضور وکیل صاحب های محترم هم در او شورا است ما همی اقداماتی که شده اونجا خدمتتان بگویم. این شورا به خاطر از این جور شد که این پالیسی های کلان اقتصادی را در اونجا فیصله شود و به اساس از او فیصله شان از تطبیقش هم نظارت صورت بگیره. تا
از روزی که این شورا ایجاد شده 67 مجلس در طول 3 سال گذشته صورت گرفته که به تعداد 1376 فیصله صادر شده که تمام فیصله‌های از اینا فیصله‌های بنیادی است در بخش پروژه‌های ملی ما، در طرح‌های اقتصادی ما و در حمایت و رشد تولیدات داخلی ما که اکثریت از این فیصله‌ها تطبیق شده یا در حال تطبیق شدن است. ما خدمتتان اگر اجازه باشه بسیار مختصر همین سکتوروار میگم که چی فیصله ها شده. به طور مثال در سکتور معادن در اونجا طرح یا نقشه رایی که برای معادن ما برای 3 سال آینده باید داشته باشیم و در اونجا آمد تصویب شد و به اساس از او چند قرارداد معدن که از چند سال متصفانی و آب 350 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری که بالای تولید انرژی برق از منابع آبی و گازی و آفتابی در 5 ولایت تراریزی شده بود، اینا کارش مورد تایید قرار گرفت که باز ما در بخش دیگه که در سکتور عامه و خصوصی جزئیات خدمت شما میگم و ای که چراغای کم مصرف هم در دوائر دولتی و هم در منازل رهایشی استفاده شروع شوه که یک صرفه‌جویی حدود 180 مگاوات برق در برق موجوده ما ایجاد شد. سرپای استاد هستیم در جریان جلسه وزیر محترم گزارش میدهد ما شما باید استماع بکنیم لطفا به جایگاه تشریف داشته باشین. مهربانی وزیر. همچنان در سکتور انرژی و آب اجازه اعلان بند برق ممی در ولایت تخار که با ظرفیت 445 مگاوات و سرمایه گذاری مجموعی 700 میلیون دلار آمریکایی است که ظرف 5 سال آینده او باید کارش تکمیل شود در اونجا تصویب شده. اجازه اعلان بند برق گلبهار در ولایت گلبهار است با ظرفیت 120 مگاوات برق که سرمایه گذاری 520 میلیون دلار آمریکایی در اونجا تصویب شده که در حدود 6 سال او باید تکمیل شود و مطالعه بند که در سالنگ قرار است جور شود این هم از طریق شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده. در سکتور صنعت و تجارت و در سرمایه گذاری مخصوصا در قسمت توانمندسازی اقتصادی خانما فیصله ای شد که اتاقای تجارت و صنایع که اخیرا برای خانما تأسیس شد اونا عضویت بگیرن و عملا اونا طرحهای خود را بیارن در شورا و غرض سهولت برای صادرات در بنادر و همچنان در میدانهای هوایی فیصله های صورت گرفت که به اساس از او میوه خشک میوه تازه ما و دیگه مواد صادراتی ما میتونند که از طریق دلیزای هوایی که هم بر هندوستان و هم به قزاقستان ایجاد شده و قرار است که در کشورهای اسلامی مخصوصا در گلف که مذاکرات از او هم در حال نهایی شدن است در اینجا فیصله شد. در سکتور صنعت به خاطر از اینکه صنعت و تولیدات داخلی ما رشد بکنه در قسمت تعرفه های صنایع داخلی ما فیصله شد که این تعرفه ها چطور کاهش پیدا بکنه و موضوع تعرفه های زراعتی ما چون اونا موسومی است چطور در شورای عالی اقتصادی بیاید که به وقت بسیار کم به خاطر ای که صادرات ما را برای میوه خشک ما برای دیگه پیداوار زراعتی ما سهولت ها فراهم شود. همچنان در سکتور صنعت فیصله شد که از آهنباب خود ما مخصوصا از داغمجات ما استفاده درست شود که به اساس امو فیصله عملا چندین فابریکه که در بخش ذوب آهن است اونا کار میکنن و به اساس تعهداتی که اونا برای ما دادن
قرار است که او اقلامی که ضرورت داخلی ماست مخصوصا گادر و سیخ و گول و اینا به صورت تدریجی اینا از آوردن از اونا از بیرون کم شود و از تولیدات داخلی ما استفاده شود که هم جلو قاچاق گرفته شود مخصوصا او فلزات داغمه ما که به صورت قاچاق به کشورهای منطقه می رفته. در سکتور ساختمان هم فیصله ها در اونجا صورت گرفت که شما نتیجه اون فیصله ها را دیدین که قطعات پیش ساخت از طریق تصدی خانه سازی ما عملا شروع به کار کرده و دیگر فیصله دو فیصله دیگه هم شده که یکی از متشبثین خود ما حاضر شده که مبلغ 20 میلیون دلار را به عین پروژه برای قطعات پیش ساخت سرمایه گذاری بکنن و یک شرکت دیگه که آقای ابراهیم محب او ترش در شورای عالی اقتصادی آمد که 65 میلیون دلار امریکایی قرار است او سر فابریکات سرمایه گذاری کنه که تمام مواد تعمیراتی مثل شیشه سازی و سرامیک و سنگ مرمر و دیگه مواد تعمیراتی در داخل افغانستان تولید شود. در بخش خدمات عامه هم فیصله که در شورای عالی اقتصادی به خاطر از اینکه ما عرضه خدمات عامه را برای همشهری های خود ساده بسازیم فیصله شد موضوع آسان خدمت که اونا عملا در ده اداره به شمول اداره پاسپورت و برای سهولت های ویزه خارجی و اینا کارهای خود شروع کردن. در بخش سکتور مخابرات فیصله اما پالیسی دسترسی آزاد داده شد که چطور امی فایبر نوری ما از انصار برای و به اساس از این فیصله با چندین کمپانی خارجی دیگه اجازه ازی داده شد که سر فایبر نوری اینا سرمایه گذاری کنن چون قبلا تنها انصار ازی پیش حکومت بود. همزمان در سکتور زراعت و آبیاری در بخش انکشاف مرغداری ما در تولید زعفران در موضوع جلغوزه و احیای جنگلات فیصله های اساسی در صورت گرفته و امی رقم در ترویج فرمای پرورش ماهی مخصوصا در بند سلما و دیگر بندهای ما فیصله شده. و فیصله آخری که در بخش اصلاحات خدمات مالی و بانکی است و اساس همون فیصله که مطابق قانون تطهیر پول صورت گرفت که افغانستان از لیست خاکستری برآمد و حال ما میتونیم که بانک مرکزی ما با تمام بانکای مرکزی دیگر دنیا مراودات بانکی را تامین بکنند. جناب رئیس یک بخش عمده دیگه که ما میخواستم خدمت وکیل صاحبای محترم معلومات بدم که در او بعضی پیشرفتا داریم بخش مشارکت عامه و خصوصی است میروانی که تجارب که در دنیا نشان میده که مشارکت عامه و خصوصی در پالوی بودجه ملی ای کمک میکنه هم بر ساختارهای زیربنایی ما هم بر سکتور خصوصی ما و هم ای که ما ضرورتهای عاجل خود را از اون طریق مرفوع بکنیم که ما از شورای ملی ممنون هستم که قانون مشارکت عامه و خصوصی را اونا نهایی کردن و به اساس از او دیگه مقررات و لوایح و طرز العمل های ترتیب شد که تا فی الحال از طریق پروژه های مشارکت عامه و خصوصی که جز پالیسی خودکفایی ماست که چطور ما برق وارداتی را کم بکنیم و برق تولیدی خود را افزایش بدیم با اساس از این پالیسی 5 پروژه که قبلا من خدمت شما گفتم به ظرفیت تولید 220 مگاوات برق به ارزش 350 میلیون دلار آمریکایی از طریق پروژه‌های مشارکت عامه و خصوصی که من جزئیات چه خدمتتان میگم قرار است کار عملیشان آغاز شود. پروژه اول در بند برق کجکی است
که با تولید 100 مگاوات برق اضافی سرمایه گذاری ابتدایی از او به 175 میلیون دلار آمریکایی شروع شده که قرار است ظرف 2 سال آینده ظرفیت ازیرا از 100 مگاوات به 151 مگاوات بلند ببره. پروژه دوم تولید 40 مگاوات برق از گاز شبرغان در ولسوالی یتیمتاق ولایت شبرغان است که با سرمایه گذاری ابتدایی 39 میلیون دلار آمریکایی توسط شرکت بیات قرار است کار عملیش شروع شود. تمام مراحل تدارکاتیش نهایی شده. همچنان قرار است که تولید 50 مگاوات برق از گاز شبرغان در مزار شریف با سرمایه گذاری ابتدایی 75 میلیون دلار آمریکایی توسط شرکت غزنفر گروپ انجام شود و به می رقم تولید 30 مگاوات برق آفتابی قندار با سرمایه گذاری ابتدایی 39 میلیون دلار آمریکایی توسط دو شرکت که به نام 77 و سولزرستان است کار عملی از این عملا آغاز شده. همچنان به ارزش 112 میلیون دلار 7 پروژه که طرحهای ازی از طریق شورای عالی اقتصادی منظور شده ایرم خدمت شما میگم که تر اعمار شبکه آبرسانی است در نواحی 12 و 22 شهر کابل که سرمایه گذاری از او 56 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری پیش بینی شده. شفاخانه های جناح و جمهوریت است که با سرمایه گذاری ابتدایی 30 میلیون دلار آمریکایی، توزیع جواز سیر با سرمایه گذاری ابتدایی 10 میلیون دلار آمریکایی با وزارت محترم داخل است. تره بازار احجار قیمتی است که قرار است با سرمایه گذاری 10 میلیون دلار کار ازی شروع شود و نصب ماشین های تشخیصی است در شفاخانه شیخ زاید و وزیر محمد اکبر خان که با سرمایه گذاری حدود 7.5 میلیون دلار آمریکایی قرار است کار ازی هم شروع شود. امیر رقم ما پروژه های دیگه درخواستاش برای ما رسیده که مثلا تنظیم کثافات جامد است در شهر کابل، جمع‌آوری کمیشن ترانسپورتی شهر آس، اعمار پارکینگ های کنار جاده است در شهر کابل و تبدیل سیستم آنالوگ است به سیستم دیجیتالی، اعمار شفاخانه 100 بستر است در داخل شهر کابل، شفاخانه معیاری و اجازه 5 باب مسلخ در شهرهای کابل و هرات و مزار شریف و ننگرهار و تر و مطالعه امکان پذیر اما امکان سنجی بندای برق است که علاوه به اینا 182 پروژه دیگر که ارزش ازی تخمین شده به 5.5 میلیارد دلار آمریکایی قرار است که از طریق پروژه های مشارکت عامه و خصوصی کار از اینا یا شروع شده یا در جریان است که ما از طریق کمیسیون محترم مالی و بودجه معلومات ابتدایی را شریک ساختیم و جزئیات از او را آماده هستیم که تمام جزئیات هم با وکلای محترم شریک بسازیم. جناب رئیس در قسمت عواید و گمرکات هم ما بعضی پیشرفت ها داشتیم، گرچه صادقانه بگویم من شخصا از این اصلاحات راضی نیستم به این که او چیزی که ما باید میکردیم به خاطر بعضی موانعی که موجود است او کار هنوز صورت نگرفته، ولی وعده که بر شما دادیم این بود که ما بر ازی یک طرح را جور میکنیم، یک پلان 5 ساله ازی ساخته شده از طریق سازمان جهانی گمرکات یا مسما به WCO که ما عضویت ما در اونجا بسیار فعال شده، یک نفر هم باعث اتشه گمرکات خود در اونجا روان کردیم و این تر 5 ساله را ما به اساس وعده که بر شما کرده بودم هر وقت که شما اجازه دادین تمام تر از او آماده است کورا بیاریم خدمت شما امرایتان او را شریک بکنیم، موانع و مشکلات را برتان بگویم و با امایت و
با حمایت شما کارش عملا آغاز بکنیم و اگر شما به خاطر داشته باشین در شروع شورای ملی در این دوره که جناب رئیس هم رئیس جمهور تشریف داشتن و سر از این موضوع مشخصا از حمایت و پشتیبانی شما را تقاضا کردن که طرح اصلاحات گمرکات که ترتیب شده در قسمت تطبیق از او حمایت و پشتیبانی شما را ما انتظار داریم. در بخش عواید گمرکات ما رهنمودا و تعلیمنامه ها و دیگر تسهیلات برای مالیات دهنده های ما مخصوصا تعدیل در قانون مالیات برای عایدات و کاهش مراحل پروسه اظهارنامه های مالیاتی کاستن جریمه های مالیاتی که ما از شما همگی وکلای محترم ممنون و مشکور هستم که در اصولنامه بودجه امسال تمام جرایم مالیاتی را تا 95% او را معاف کردیم در صورتی که کمپانی ها حاضر شوند که اینا مالی اصلی خود را بپردازند که این کارش عملا شروع شده برای 9 ماه شما اجازه داده بودین برای تمام شرکت ها که ما آماده هستیم که جزئیات از او را خدمت شما ارائه بکنیم. همچنان ایجاد برد رسیدگی به شکایات صورت گرفته و اصلاح و انکشاف امو سیستم سکتاسی که در ادارات مالیاتی ما است او هم نه تنها در 3 اداره مالیاتی بلکه به 21 ولایت دیگه هم عملا از این سیستم اینا استفاده میکنن و جمع‌آوری عواید از طریق ادارات عایداتی ما هم به اساس امی اصلاحاتی که صورت گرفته اینا افزایش پیدا کردن. به طور مثال هدف تعیین شده که در سال 97 سند بودجه برای ما برای جمع‌آوری عواید و چیزی که موافقه کرده بودیم صندوق وجی بین المللی 169.5 میلیارد بود جمع‌آوری صورت گرفته که یک قسمت عمده ازی از طریق عواید و گمرکات ما که یک قسمتش از طریق ریاست عمومی عواید ما و یک قسمتش از طریق ریاست عمومی گمرکات ما جمع‌آوری شده. همچنان هدایت شما ای بود که از معافیت هایی که در قسمت مواد نفتی است که متاسفانه در اونجا بسیار فساد گسترده وجود داشت در او باید پیش بهبود بیاید. گرچه ما انتظاری را داشتیم که با 5 پیشنهادی که با دوستای خارجی خود پیش کردیم متاسفانه که در او به موافقه نرسیدیم، منتها با طرح ای که ما چطور ای را برقی بسازیم و چطور بدون از ای که یک مرجع سالس دیگه در ای دخیل باشه در او بعض پیشرفت ها داریم که به اساس ارقام ما که در سیستم گمرکات ماست نشان میده که در سال 1395 به اندازه 1.6 میلیارد تن و مافیات که از طریق مافیات مواد نفتی تورید میشد یا وارد میشد در سال 96 ای به اندازه 1.1 میلیارد تن مواد نفتی مافیاتاش کاهش آمده و در قسمت تشکیلات در ادارات مالیاتی ما هم بعض تغییرات را در اونجا آوردیم ولی جزئیات تمام این اصلاحات را ما آماده هستیم که در یک مجلس اختصاصی دیگه خدمت شما مخصوصا در تطبیق پلان 5 ساله اصلاحات گمرکات که ما بعض تعهدات با سازمان جهانی گمرکات کردیم بحیث عضو این سازمان باید همین رقمی که با IMF یا صندوق وجی پول تعهدات داشتیم برای آوردن اصلاحات بودجه و اینا در قسمت گمرکات هم اونا سر ما بعضی تعذیرات را ماندن که ما ناچار هستیم که باید اونا را عملی بکنیم. در مورد
افزایش در املاک دولتی و مدیریت از او هم بسیار مختصر خدمت شما میگم که هم در کرایه املاک دولتی که توسط قراردادها و اینا صورت میگرفت در او هم شفافیت آمده و هم افزایش 162% را در جمع‌آوری عواید ما نشان میده که بالغ به 1.1 میلیارد افغانی نسبت به سالهای بیشتر تحویل خزانه دولت شده. در قسمت جلوگیری از غصب و رهایی املاک دولتی هم وزارت مالیه از طریق محاکم اجراات کرده که دوسیه‌هایی که اونا معضلات داشتن و در ادارات عدلی و قضایی ما بود اونا به نفع دولت فیصله ها شده و از غصب اونا رهایی پیدا کردن که مجموعاً به ارزش تخمینی 2.9 میلیارد افغانی ارزش املاک ما از غصب رها شده. در قسمت جلب کمک‌های خارجی ما معلومات را با جزئیات خدمت شما آوردیم که جناب رئیس نه تنها که کپی‌های ازیر برای دارالانشا و برای هیئت اداری تسلیم دادیم، اما کپی برقی از این معلومات را هم در خدمت دارالانشا دادیم در صورتی که وکیل صاحب بخواهند به ارقام اعداد دسترسی داشته باشند. ولی به صورت خلاصه برای معلومات شما در سال 2017 کمکایی که ما به دست آوردیم از طریق دوستای بین المللی ما به اساس تعهدات کنا داشتن مجموعا در سال 2017 میلادی به ارزش 497 میلیون یورو 36.6 میلیون دلار امریکایی و 1.2 میلیارد دلار امریکایی مجموع کمک های سال 2017 است و تا فیلحال در سال 2018 مطابق تعهدات که دوستای ما داشتن ما تانستیم که در حدود 1.26 میلیارد دلار امریکایی تا امی وقت 2018 ایرا به دست داریم. در مورد طرح بودجه و اصلاحاتی که در او آمده و زیادتر نمیخوایم وقت شما را ضایع کنم، فقط میخوایم از همگی شما تشکر کنم که با فیصله آخری که در قسمت تصویب بودجه ملی ما کردین این اعتبار بودجه ما را پیش تمام جامعه بین المللی بلند برده. چیز تعهداتی که ما با دوستای بین المللی داشتیم خلاصش بسیار خلاص خدمتتان میگم. به اساس تعهداتی که ما در کنفرانس بین المللی بروکسل که بر افغانستان بود در اونجا انجام داده بودیم، تقریبا حدود 70% تعهدات از طرف حکومت همگیش صورت گرفته، ولی تعهداتی که از طرف دوستای بین المللی ما صورت گرفته بود چون ای به اساس پاسخ‌دهی متقابل بود متاسفانه از طرف از اونا او چیزی که انتظار می رفت اونا به تعهدات خود هنوز عمل نکردن و تمام فیصلهایی که در بروکسل شده بود اینا 70%ش هم خدمت شما گفتم که صورت گرفته و متباقی هم اونایی که صورت نگرفته کار از او عملا دوام داره که به اساس امی اقداماتی که حکومت ما انجام داد قراری است که در ماه نوامبر که معادل میشه به ماه عقرب ما یک کنفرانس بین المللی در ژنو سوئیس مشترک بین افغانستان و ملل متحد که شخصا جناب رئیس جمهور در او اشتراک میکنه و سرمنشی ملل متحد باعث شریک دیگه ما در اونجا
صورت میگیره اجنده از او ترتیب شده قرار است که 72 وزیر خارجه و وزرای انکشافی و نمایندگان با صلاحیت 35 اداره کمک کننده که بر افغانستان اینا کمک میکنن در اونجا اشتراک بکنن و وزارت مالیه با یوناما با مشترکن تمام ترتیبات زیر گرفتن که در تاریخ 27 و 28 ماه نوامبر که مترادف است به ماه عقرب هجری شمسی ما هدف از این کنفرانس ای است هر 4 سال بعد ما یک کنفرانس بین المللی بر افغانستان داریم مثل که 2 سال پیش کنفرانس بروکسل داشتیم که اینا تعهدات خود را بر افغانستان یعنی تعهد میکنن و هر 2 سال یک کنفرانس بین المللی دیگه است که امی که در ژنو من خدمت شما گفتم که اینا نه تنها تجدید تعهد میشن بلکه از تمام اجراءاتی که حکومت انجام داده و تعهداتی که دوستای ما بر ما دادن از این یک بازرسی میشه که این هدف اصلی از این کنفرانس هم امیست که هم تجدید تعهد شد و از طرف دوستای بین المللی ما و هم از طرف حکومت افغانستان نه تنها که برشان گزارش داده شد و که ما تعهد کرده بودیم چی کارها را انجام میتیم این دفعه انتظار از اونا از ما زیادتر است به خاطر که ما هر قدر که به دهه تحول که یعنی 2024 است نزدیک میشیم بعد از او ما تعهد کردیم که ما به خودکفایی باید رسیده باشیم و ما حداقل بودجه خود را و بودجه ملی خود را خود ما باید تمویل بکنیم بودجه عادی و بودجه انکشافی خود را بنان انتظارشان مخصوصا این دفعه از حکومت افغانستانی است که دید کلانتر خود را در قسمت خودکفایی تا سال 2020 و تا سال که یک کنفرانس دیگه ما خود داشتیم بسیار احتمال داره که در یکی از پایتخت‌های کشورهای اروپایی و تا سال 2024 که ختم دهه تحول است تا اون وقت ما باید برای امودید کلان و پلانایی که ما داریم ایرا همراه دوستای بین المللی خود شریک بکنیم که هر قدر به خیر نزدیک شویم به این کنفرانس باز ما جزئیات بیشتر را در این مورد خدمت شما میگم برای آمادگی از این قرار است که در ماه سرطان امسال در داخل شهر کابل یک مجلس از برد مشترک که بین ما و دوستای بین المللی ماست تدبیر پیدا بکنه که تمام تفصیلات و جزئیات آمادگی برای این کنفرانس انشاءالله خدمت شما ارائه خواهد کردیم دیگه جناب رئیس اما مختصر چیزایی که ما برای شما آمادگی گرفته بودم که وکلای محترم در جریان از قرار بگیرم داشته باشم ایره به صورت اختصار بیان کردم که از توجه شما از اینکه این وقت و فرصت را برای ما دادین ما از همگی شما ممنون و مشکور هستم امروز با همکارای خود گفتم این مجلس پنجم است که با شورای ملی مطابق تعهدی که بر شما داده بودم و اساس اصل شفافیت و حسابدهی ما خدمت شما و خدمت مشران جرگه رفتیم و چیزی که اونا سوالایی که برده قبلا از طریق کمیسیونی ها یا به اطلاع ما رساندن توسط همین جلسه استماعی ایره برشان وضاحتی که لازم بوده برشان رساندیم ما در خدمت هستیم اگر سوالات موجود باشه که از طریق کمیسیون مربوطه مالی و بودجه تمام گیزور توید شده و جوابش با وقت زمانش بر شما ارائه بکنیم و من الله توفیق السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسیار زیاد تشکر از توجه شما تشکر جناب